راه آزادی، میزگردی با اهل اندیشه و تجربه، تهیه و اجرا پری عسگری، برنامه ای از الوند تیوی. درود بر همیهنان نازنینم، با آرزوی تندرستی و شادمانی برای یکایک شما عزیزان که بیننده این گفتگو هستید. پری عسگری هستم و مهمان گرانقدر این شماره از برنامه راه آزادی دکتر علی محسنی می باشم که من از ایشان خواهم خواست که بیوگرافی از خودشان ارائه بدن، چون ظاهراً در برنامه پیشینی که با تلویزیون الوان داشتن همکار من شاید ندانستم به درستی ایشان رو معرفی کنم. و اما من امروز میخواهم از ایشان راجع به کرونا در جهان و راهکارهای بیرون رفت از این اپیدمی جهانی بپرسم. لطفاً تا پایان برنامه با ما بمونید. درود دارم جناب دکتر محسنی گرامی، هنگام شما خوش. سپاسگزارم که دعوت من را پذیرفتید و پوزش میخوام از شما، اگر که در برنامه گذشته ما نتوانستیم درست شما را معرفی کنیم. ضمن اینکه بینندگان نازنین، باید عرض کنم که جناب محسنی عضو ققنوس هم میباشد. جناب محسنی، میکروفون در اختیار شما. در ابتدا یک بیوگرافی از خودتان برای بینندگان ما ارائه بدید تا وارد بحث کرونا بشیم و در واقع شما متخصص هستید، متخصص تغذیه هستید و میتوانید ادویه‌های درست ارائه بدید. بفرمایید، خواهش میکنم، میکروفون در اختیار شما. درود بر شما خانم عسگری عزیز. من میخواستم خدمت شما و دوستان عزیزمون، هموطنان عزیزمون، پیشا پیش فرارستن نوروز رو شاد باش عرض کنم خدمتون. بله، در مورد به اصطلاح تخصص بنده از نظر تحصیلات میکروب شناس هستم، مایکروبیولوژیست هستم البته، و در عضویت تعدادی از جامعه میکروب شناسان امریکا و عضو تعداد دیگری از جامعه های علمی در درون امریکا هستم. بن جمله بنده در حال حاضر مسئول بخش کشاورزی ققنوس و عضو تیم بهداشت ققنوس هستم و در خدمتون هستم. سپاسگزارم جناب محسنی گرامی. خواهش میکنم در مورد وضعیت کرونا در جهان برای ما بگید و ارزیابی شما از این وضعیتی که جهان در واقع به این اپیدمی گرفتار شده چی هست؟ بفرمایید. خواهش میکنم. در حال حاضر همونطور که اطلاع دارین، البته تمام کشورهای جهان، اونهایی که به اصطلاح درگیر هستن با این مسئله کرونا و همه گیر شدن این کرونا در کشورهاشون، به اصطلاح وضعیت اضطراری اعلام کردن. در امریکا هم وضعیت به همین شکل هست. به اصطلاح اعلام کردن وضعیت اضطراری باعث میشه که نیروهای که درگیر هستند برای کمک رسانی از نقطه نظر کادرهای پزشکی، کادرهای پیرابزشکی و در کارخانجات داروسازی، واکسن سازی و تمام بخش‌های علمی و بیماری های واگیر امریکا الان درگیر این مسئله هستن و به تمام تلاش خودشون رو انجام میدن
این اثراتی بر روی زندگی عادی مردم هم گذاشته. به همین شکل تعدادی از دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها تعطیل شده، تعدادی از کارخانجاتی که به اصطلاح محصولات تولیدیشون یا محصولاتشون به اون شکل در روند زندگی روزمره یه مردم نقش فوری و فوتی نداشته، اونها هم تعطیل شدن. اما بقیه کارخانجاتی که در حال حاضر مربوط میشه بخش‌های مواد غذایی و تامین مواد غذایی مردم و فروشگاه‌هایی که در به اصطلاح پایان‌های عرضه کردن محصولات بهداشتی و مواد غذایی هستن، اینها بازن، ولی تا اونجا که حتی امکان بهشون دستور داده شده که از روش‌های استفاده کنن که باعث تجمع کمتر، باعث تجمعات بشه. به هر حال وضعیت به این شکل هست که تا به حال می‌بینیم، با آن که اخباری یا شایعاتی عنوان میشه که ویروسش درست شده و قرار دو هفته دیگه بیاد و اینجور به اصطلاح صحبت ها، تا به حال این اتفاق نیفتاده و به نظر کارشناسان حتی واکسن این بیماری تا یک سال دیگه وارد بازار نخواهد شد. البته در حال مراحل آزمایشاتی هستن، همین امروز اولین خانومی که داوطلب شد برای دریافت کردن این واکسن تازه به اصطلاح درست شده خودش رو داوطلب کرد، با اون که خطرات زیادی و ریسک‌های بسیار زیادی برای ایشون هست، ایشون این کار رو انجام داد و این یک بار دیگه در حقیقت ثابت کرد که خانم‌ها، بانوان همیشه پیشگام و پیشقدم هستن و پیشرو هستن برای اجتماعات ما. بله جناب محسنی گرامی، شما به این اشاره کردید که این واکسن در واقع به زودی آماده میشه و به هر حال وضعیت این اپیدمی هم رو به پیشرفت هست. حالا این از این مسئله یک مقدار نگاه سیاسی هم بهش در واقع داره میشه. آیا مثلا چین داره میگه که این ویروس را آمریکا درست کرده یا مثلا فرستاده، آیا اصلا این ویروس دست ساخت هست و تا چقدر این شایعات یا گفته ها درست هستن؟ بفرمایید. خدمت شما سرکار خانم عسکری که بله، من هم این شایعات رو شنیدم. با آنکه واقعا به عنوان یک ساینتیست من علاقه ندارم، اما این رو سعی میکنم تا اونجا که میتونم خدمت شما و بینندگان عزیز این تلویزیون الوند این رو عرض کنم که اولا بحث درست کردن واکسین رو اول خدمتتون عرض میکنم، این یک مراحل خاص خودش رو داره و همه دوستان هم که دست و پنجه با نرم میکنن با بیماری های مصری، مخصوصا بیماری های مصری که عامل ویروسی داره مثل ویروس اینفلوئنزا یا همون ویروس به اصطلاح گریپ تو ایران بهش گفتن یا همون کام کولد، اینها رو به اصطلاح دو نوع مختلف ویروس هستن. کامن کولد رو ویروسی به نام راینو ویروس تولید میکنه و البته ویروس انفلونزا رو یا ویروس انفلونزای A یا B یا با بقیه به اصطلاح ویژگی های N و H معرفی میکنن که شماره گذاری شده، وقتی عوض میشه به اصطلاح عامل و یا گونه جدیدش پیدا میشه. ایجاد واکسین این هست که ساختار ایمیون سیستم بدن انسان ها به اون شکلی که در مقابل باکتری ها عمل میکنه
در مقابل ویروس ها عمل نمی کنه. اصلا ساختارش به اون شکل نیست که در مورد ویروس ها هم به اون شکل عمل کنه. در نتیجه ساختن واکسین برای باکتری ها آسان تره تا ویروس هایی که در حقیقت حتی موجود زنده هم محسوب نمیشن. اما این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که برای ساختن یک ویروسی، یک واکسینی که بتونه ویروس ها رو به اصطلاح کنترل کنه یا مواد بدن ایمیون سیستم انسان ها رو آماده کنه که به شکلی بتونن به شکل کافی با اون ویروس برخورد کنن و اون رو نابود کنن، نه این نقش واکسن هست که بدن رو به اصطلاح به قولی پرایم بکنه، آنتریک بکنه ایمیون سیستم رو که بیدار بکنه به اصطلاح، هم اون سلول‌هایی که مستقیماً با ویروس درگیر میشن و اون رو از بین میبرن، با به اصطلاح اینگالف بهش میگن، یعنی ویروس رو میگیرن و میکشن درون سلول و به اون شکل سلول رو از بین ببرن، و چه اون سلول‌هایی که در ضد ویروس پاتن یا آنتیبادی ترشح میکنن. این وضعیت به این شکله. اما یک از مشکلات عدیده با ویروس ها این هست که اینها به راحتی شکل عوض میکنن. در نتیجه شما وقتی واکسن بر یک ویروس خاص درست میکنین و بر مبنای اون ژن اصلی اون ویروس، ویروس علیل هایی بهش میگن، یک کپی هایی که با جزئی تغییرات از کپی اصلی گرفته شده، به اونها سویچ میکنه و در نتیجه دیگه شناسایی نمیشه با اون واکسن یا اون به اصطلاح اکتیو کردن و فعال کردن ایمیون سیستم که بتونه بر یک ویروس خاص با مشخصات خاص پاتن درست کنه و یا سلولهاش برن و اینها رو بگیرن و از بین ببرن، دیگه این سلول رو به اون شکل نمیشناسه. و در نتیجه به همین دلیله که همین ویروس کرونا 113 تا کپی داره از اونا، یعنی هر آن میتونه خودش رو به یکی از این اشکال 113 تا نشون بده که در حقیقت ما براش هیچ جوابی نداریم. تا اونجایی که من یارم میاد، واکسنی که بیشتر از یک الیل رو به اصطلاح بتونه کاور بکنه، همون شرکت روش به اصطلاح سوئیس ساخته بود که اونم فقط 26 تا رو میتونست کاور بکنه. البته 26 تا برای بعضی ویروس ها کافی است، اما در مورد کرونا ویروس که 113 تا علیل مختلف داره، این کار خیلی مشکل خواهد بود و در نتیجه زمانش هم طولانی خواهد بود. در مورد سوالی که فرمودین راجع به اصطلاح اون شایعاتی که یا ادعایی که کشور یا دولت چین انجام داده و اون رو متوجه به اصطلاح دولت مردان امریکا یا کشور امریکا قرار داده، این از نظر علمی خانم به شدت حاشا خواهد شد. دلائل علمی بسیار محکمی در دست هست که این ویروس نه فقط در امریکا ایجاد نشده و ساخته نشده، بلکه در جای دیگری ساخته شده که حالا بعدا بهش میپردازیم. اما این رو خدمتتون عرض کنم که در کشورهایی که یا سازمانهایی که حتی آزمایشگاه‌هایی که قادر به این انجام این گونه کارها هستند، یعنی بتونن ژنتیک انجینیرینگ انجام بدن، هر زمانی که این، البته یا این به طریق ژنتیک انجینیرینگ، یعنی دو حالت که خارج نیست، یا باید یک موتاسیون طبیعی اتفاق افتاده باشه نسبت به این ویروس که این ویروس رو قادر کنه یک مرتبه از پستانداران
که مثل موارد قبلی در سارز و در میدل ایسترن رسپیراتوری سیندروم که در عربستان سعودی اتفاق افتاد، اینها و به طور تاریخی همیشه این ویروس به پستانداران حمله میکرده، یعنی میزبان خودش رو از میان پستانداران انتخاب میکرده. این مرتبه دانشمندان چینی ادعا کردن که این از مار اومده. مار یه خزنده است، خفاش البته یک پستانداره. اگر همون قبلا میگفتن از خفاش اومده و خب قابل قبول تر بود در اون زمان، اما این ادعا رو کردن. بعد از چند روز مجبور شدن حرفشون رو پس بگیرن و برگردونن، گفتن بله از خفاش اومده. و این به این شکل است که یک ویروس یک مرتبه نمیتونه از یک گونه گیاهی یا جانوری یا میکروبی به گونه دیگر گیاهی، جانوری یا میکروبی یه دفعه جهش انجام بده. در این مورد اینها ادعای دو تا جهش میکردند و الان هنوز ادعای این جهش رو میکنند. این یک مورد. اما موارد بعدیش ساختار ژنتیک این ویروس هست که وقتی بهش مورد بررسی قرار میگیره ما مشاهده میکنیم که ژن‌هایی از موجودات دیگر، از ویروس‌های دیگر، از حتی در یک مورد از یک ماهی در ساختار ژنتیک این ویروس کرونا 2019 دیده میشه. چینی‌ها بهتره که جواب این گونه سوالات رو اول بدن، بعدن انگشت نشانشون رو به طرف دیگران ببرن. اما این رو خدمتتون عرض میکنم، اونهایی که وایرولوژیست هستن در دنیا و اون دوستانی که تخصص در این موارد به اصطلاح جمع ماکروبیولوژی و کلن بیولوژی دارن، به راحتی میتونن ببینن که این شایعه یک دروغی بیش نیست و فقط برای بهره‌برداری سیاسی ازش استفاده میشه. جناب محسن، به هر حال یک بُعد سیاسی به این موضوع کرونا به خود اختصاص داده. حالا ما شاهد هستیم در ایران بسیجی ها و به هر حال کسانی که مذهب زده هستن در حیدرگویان وارد قم شدن و وارد حرم معصومه شدن، حتی درهای حرم معصومه رو شکستن و این قوانین در واقع زیر پا گذاشتن، یعنی اصلا بهداشت جهانی زیر سوال بردن. حالا شما دارید میگید ممکنه که این ویروس در واقع واکسنش ساختش آسان نباشه، چقدر ممکنه که از همین موضوع مذهبیون به هر حال بهره برداری به سود خودشان بکنن؟ سوال بسیار خوبی فرمودید سرکار خانم عسکری. این همونطور که میدونید و یک هیئتی از امریکا، از دانشمندان امریکا و البته خب دوستان بعضی سیاسیون هم باشون بودن، به چین سفر کردن در اوایل کار که از اینها سوالاتی بکنن و بتونن حدس بزنن که به اصطلاح مرکز و منشأ این ویروس کجا بوده، در نتیجه بتونن سریعتر براش واکسن درست کنن یا دارو درست کنن. به هر حال حتی اگر اون واکسن 100% هم نباشه، حداقل به یک شکلی بتونه کمک بکنه در بازدارندگی، کمک بازدارندگی بکنه در مورد این ویروس. اما متاسفانه چینی ها برخلاف تمام نرم های علمی و به اصطلاح ساینتیفیک در این مورد، جوابشون به اینها این بود که وقتی ازشون پرسیده شد 500
50 تا 545 تا شما نمونه برداری کردین. نمونه برداری شما چرا در محلی اتفاق افتاده که در اون محل هیچ حیوانی ازش فروخته نشده به مردم در چین، ولی باز هم ادعا میکنیم که اینها با خرید حیوانات زنده از اون به اصطلاح بخش میدان فروش حیوانات زنده برای مصرف مواد غذایی به مردم سرایت کرده. بعدم که اونها ادعا کردن نسبت به 540 تا 50 تا نمونه برداری 31 دوتاش مثبت در اومده. این حقیقتا شما وقتی در پی یافتن یا تجسسات این چینی هستید، این درصد بسیار 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 بالایی هست که در یک جمعیت، یعنی بیشتر 10% اینها رو در اونم در بخشی که هیچ حیوانی از اون به مردم برای فروش عرضه نشده بوده، یه این میدان عظیم فروش حیوانات اون نمونه گیری ها انجام شده بوده. و بعد هم در مورد سوال یا درخواست نشون دادن مدارکی که در هر تحقیق علمی جزء لاینفک پروسیجرها هست و باید تهیه بشه، چینی ها اظهار کردن هیچ مدرکی ندارن و هیچ مدرکی رو نشون ندادن. این البته اقلامات اینها رو، اینها کلن برخلاف پالیسی ها و پروسیجر هاست. و این هم برمیگرده به این مسئله که وقتی ما نگاه میکنیم به ابتدا و شروع بیماری کرونا ویروس در ایران، در تمام اخبارهای البته غیر رسمی و بعضا اظهارات بعضی از دولت مردانشون هم آمده بود که رژیم جمهوری اسلامی بیماران افرادی رو که حتی در چین بودن و چینی بودن، نه آن که هنوز رفت آمدهای هوایی داشتن و این افراد رو می آوردن و مخصوصا یک تعداد 60 نفریشون رو هم آوردن مستقیما به قم، به اصطلاح مرکز اپیسنتر واگیری در ایران که الان قم هست و بود. اینها مدارکش هست، سازمان بهداشت جهانی میدونه، در جریان هست، اما مهمتر از همه مردم ما میدونن، ایرانیان همه میدانند که فرزندانشون و عزیزانشون در با چه سهل‌انگاری هایی و حتی حرکت های تعمدی رژیم با وارد کردن کرونا ویروس از چین به درون ایران آورده شد و پخش شد و هیچ اطلاع رسانی راجبش نشد تا بعد از انتخابات مجلس. و تمام این دلایل میتونه درست اقرار خود آقای خامنه ای و رئیس بهداشت به وزیر سلامت و بهداشت ایران رو ما نداریم، اما تمام این اقداماتی که شده، مدارکی که شده، نشانه ها همه به این جهت میره که این یک برنامه از پیش طراحی شده بین چین، ایران و احتمالا یک کشور در اروپا بوده. این هست از به عنوان مدارک. اما تا اونجایی که اصل مدارک 100% علمی این رو میگه، این ویروس در خود چین انجینیرینگ شده. خانم همونطور که میدونید در هر امروز در بحث ژنتیک انجینیرینگ هر ویروس، باکتری، گیست، مولد، پروتوزوا، هر کدوم از این میکروها که حتی گیاهان به انجینیر میشه، اون علامت به قول به اصطلاح معروف اثر انگشت درست کنندش رو میذاره روی خودش. و این رو خیلی براحتی میتونن دانشمندان امروز در هر کدوم از این دانشگاه‌های امریکا
این رو ببینم. خب این سوال پیش میاد جناب محسنی که ساخت کرونا اگر تعمدی هست و از طرف چین هست، اهدافش چی بوده به نظر شما؟ با چه اهدافی این کرونا رو ساخته؟ این یک بحثی است البته سرکار خانم عسکری، میدونید چون در مورد مسائل خب علمی تکنیکی اونهاش ما شواهدی داریم، اطلاعاتی داریم، تعداد زیادی از دانشگاهش کار کردن، کار میکنن در حال حاضر حتی. اما این که من بتونم و فکرم نمی کنم یعنی این حقیقتا کار درستی باشه، من بتونم نیت اینها رو بتونم حدس بزنم یا هر کسی، یعنی این یکی از اون سوالات است که هر شنونده‌ای و هر محققی برای خودش، برای شخصی خودش میتونه یک سری مسائل رو با ربط دادن به مسائلی که در امروز اجتماع میگذره، نه اجتماع خاص اون کشور بلکه اجتماع جهانی، مثلا به طور مثال شما ببینید کدوم کشورها از نظر مالی الان بیشتر افت اقتصادی رو براش درست کردن و کدوم یکی از کشورها الان بازار بورسشون وضعش بهتره اما بزرگترین سرمایه دار و بزرگترین مرکز اقتصادی دنیا که امریکا باشه تا همین چند روز مخصوصا دیروز به شدت بازار بورس رفته پایین و این یکی از اون مشکلاتی بود که به اصطلاح میتوان گفت چون یکی از اقداماتی بود که جناب پرزیدنت ترامپ انجام داده بودن و اقتصاد رو آورده بودن به این سطح خودش رسوندن قبل از این شیوع کرونا ویروس که در واقعا در شاید 30 سال گذشته امریکا سابقه نداشت، یک مرتبه این سقوط کرد این قضیه و در حال حاضر هم دارن به شدت تلاش میکنن که بتونن و من مطمئنم با در این مدت 40 سالی که در این منطقه از دنیا زندگی کردیم میدونیم که بسیار آدمهای کاردان مدیر متخصصی وجود دارن در تمام اقشار زندگی، اقتصاد هم یکیشه و این رو درستش خواهند کرد. اما مسئله این هست که اگر این گونه مثالها رو ما در نظر بگیریم خیلی کمک میکنه به درک اینکه اهداف این آیا چی بوده و حتی بعضی از روزنامه ها این رو به حساب اصلا چین و ایران و یک کشور در اروپا رو ایجنت یا عوامل جهان وطنان یا گلوبالیست های جهانی میدونن که در مبارزه فعلا هستن با آقای ترامپ. ضمن این که به هر حال ایران داره از این مسئله در واقع استفاده یا سوء استفاده میکنه، اصلا برای جان مردم ایران هیچ ارزش قائل نیست و میخواد مرده ها رو نشان بده که به توسط کرونا به هر حال از بین رفتن و فشار روی جامعه بین المللی بیاد. شما هم همینطور فکر میکنید؟ یعنی اینها دارن میگن که تحریم ها رو بردارید، ایران وضعیت بدی داره، باید تحریم ها برداشته بشه. آیا این یکی از اون سیاست ها نیست که حالا اگر که درست باشه که به هر حال چین، ایران و یکی از کشورهای اروپایی دست به این قضیه زدن و ما یک پدیده دست ساخته است بفهمید؟ دقیقاً درست خانم عسکری. این رو البته هفته پیش یک مرتبه چینی ها اعلام کردن، دو مرتبه این هفته شروع کردن و با فشار بیشتری و حتی بعضی از کشورهای اروپایی هم همصدا هستن. یکی دیگر از همین به عنوان احرام هایی که بر علیه به اصطلاح دولت یا ادمنستریشن آقای ترامپ
دارن استفاده میکنن، همین مسئله فشارهای اجتماعی و جهانی است که ایشون از تحریم ایران دست برداره. و این همونطور که عرض کردم، شما میبینید یک کشور دو کشور نیستن، این کل گلوبالیست جهانی است که اقدام به این کار کرده. ولی این آقای ترامپی که من میشناسم، ایشون با این اقدامات از میدون به در نخواهد رفت و این به هر حال اینها باید به آینده خودشون هم نگاه کنن، ببینن چه براشون اتفاق افتاد. اما اون دیگه مسئله سیاسی است، در دست ایشان هست، به شدت در از این موضوع در ایران داره بهره برداری سیاسی میشه، چه بهره برداری سیاسی در سطح جهانی و چه بهره برداری سیاسی در درون ایران. همین محدود کردن از اتفاق، یعنی لازم هم هست، من نمیگم قرنطینه نباید میشده، من اتفاقا یکی از راه های اینه که اون زنجیره یا تواتر سرایت رو بشکنن قرنطینه است البته. اما ایران از این بهره برداری سیاسی به این شکل میکنه که به اصطلاح مردم در خانه بمانند و نیون بیرون، در نتیجه اغتشاشات معمولا که هر شب چهارشنبه سوری ها در سالهای گذشته داشتن این انجام نشه. و یکی دیگه دو مرتبه از همین علائمش اینه که اومدن حتی برای این که از یک طرف بگن ما میخواییم کمک بکنیم که قرنطینه رو نگه داریم و رفت آمد مردم رو محدود کنیم، حتی دارن ارتش رو که در حقیقت سپاه با لباس ارتش هست به خیابان‌ها بکشن و این یک حکومت نظامی به اصطلاح غیر رسمی هست. به این شکل این بهره‌برداری ازش میشه و در حال حاضر متاسفانه هیچ کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. بله، فکر میکنم که هرچی جلوتر بریم به هر حال ماهیت قضیه چه جهانی، چه در درون ایران، چه در منطقه بیشتر هویدا بشه. سپاسگزارم جناب محسنی گرامی از حضور شما در این برنامه و به اتفاق شما با بینندگان این برنامه بدرود میگوییم تا درودی دیگر. درود بر شما. سرکار خانم عسکری از دعوتتون.